بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأعظم والصراط الأقدم وأشرف ولد آدم سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين الهداة المهديين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين. خداوند متعال را سپاسگزارم که یک بار دیگر عمر داد و توفیق داد که این موقعیت بسیار مبارک و مغتنم را درک کنیم. روز اول سال در جوار آستان حضرت علی ابن موسی رضا ارواحنا فداه و صلوات الله علیه، عید سعید نوروز را و آغاز سال نو را تبریک عرض می کنم و همه شما برادران و خواهران و حضار عزیزی که در این مجلس، مجلس با شکوه و با عظمت حضور پیدا کرده اید، چه در این شبستان بزرگ چه در صحن‌های متعدد که مردم عزیز ما، برادران ما و خواهران ما در اونجا حضور دارند و سخن رو میشنوند. این جمعیت در واقع نمونه‌ای از ملت ایران است. در این روز از نقاط مختلف کشور، از شهرهای گوناگون، از راه‌های دور و نزدیک، مردم عزیز ما در این بارگاه و در سایه بلند پایه حضرت ابوالحسن رضا علیه السلام حضور پیدا می کنند و متبرک می شوند. برادران و خواهران مشهدی هم در این جمع عظیم حضور دارند و همه سلام عرض می کنم و تبریک می گویم. عید نوروز ایرانی یک فرصت مغتنمی است برای همه ما مردم ایران و نیز مسلمانانی که در کشورهای دیگر عید نوروز را میشناسند و گرامی می‌دارند. فرصتی است برای اینکه در سمت و سوی حرکت اسلامی از این روز و از این مناسبت استفاده کنیم. دعب و دیدن اسلام این است: از همه فرصتها، از همه لحظه های زندگی، از همه مقاطع حیات در شکلهای گوناگون استفاده بشود برای تکامل انسان، برای پیشرفت معنوی و مادی نوع بشر. ما ایرانی ها می توانیم با استفاده از این مناسبت به کارهایی که اسلام ما رو به اون دعوت کرده است و در جهت احکام اسلامی و معارف اسلامی حرکت کنیم. خودمون رو با اهداف عالیه اسلام آشنا کنیم. در این ایام صله رحم، توجه به خدای متعال، شنیدن سخنان خوب از یکدیگر و اجتماع در مراکز دینی و معنوی
از آن فرصت‌های مغتنمی است که باید از آن استفاده کرد. حقیقت این است که مردم عزیز کشور ما در طول سالیان متمادی و به خصوص در این اوقات حاکمیت نظام اسلامی بر کشور، از عید نوروز هم برای معنویت، برای معرفت، برای نزدیکی به خدا استفاده کرده اند. شاهد هم این است که شما در ساعت تحویل اگر ملاحظه کنید، بیشتر مردم در مراکز دینی، در بارگاه ها، در زیارتگاه ها و مشاهد مشرفه، در مساجد مشغول توجه و دعا و ذکرند. معنای این حرکت عظیم ملت ایران این است که ملت ایران از این آیین هم، از این سنت هم برای دین بهره برداری می کند. این باید خط شاخصی باشد برای ما در همه امور، برای پیشرفت معرفت خود، معنویت خود، دین خود، استقرار احکام اسلامی و معارف اسلامی و اخلاق اسلامی بهره برداری کنیم. و امیدوارم خداوند متعال همه ما، همه ملت ایران را بر این کار موفق بدارد. امروز در این فرصتی که با شما برادران و خواهران عزیز مشهدی و زوار محترم در اینجا این دیدار با برکت را خدای متعال نصیب کرده است، در صحبت امروز سه مطلب را من عرض خواهم کرد. مطلب اول یک گزارشگونه جمع بندی شده ایست از سال 89 با یک نگاه کلان ببینیم در سال 89 ملت ایران و مسئولان کشور در چه جهتی حرکت کردند و چگونه راه را پیمودند. مطلب دوم در مورد سال جاری است که امروز آغاز می شود، با توجه به شعاری که برای امسال به ملت عزیزمون عرض کرده ام، یعنی جهاد اقتصادی، و اونچه که مناسب است در این زمینه انجام بگیرد. قسمت سوم نگاهی به مسائل منطقه است، مسائل خاورمیانه، مسائل شمال آفریقا و آنچه که در این منطقه اسلامی در حال رخ دادن است، با توجه به تزویر و ترفندی که دشمنان امت اسلامی در این رابطه در پیش گرفته اند. در بخش اول می توانم عرض بکنم که شعار سال 89، یعنی همت مضاعف و کار مضاعف، در طول سال مورد توجه قرار گرفت و ملت ما در بخش‌های گوناگون توانستند حقیقتاً از خودشون یک همت والا و بلند نشان بدهند و کار مضاعف انجام بگیرد. البته نتایج همت بلند و کار مضاعف در بلند مدت شناخته خواهد شد، اما در همین نگاه ابتدایی هم که انسان نگاه میکند با اوضاع سال 89 و اونچه که مسئولان کشور انجام دادند و اونچه که ملت عزیز ما
در همراهی با مسئولان و خودشان اون رو نشان دادند و به عرصه آوردند، انسان نشانه های همت مضاعف و کار مضاعف را میبیند. در بسیاری از عرصه ها این معنا مشهود است. از علم و فناوری آغاز میکنیم، چون در آغاز سال 89 در ایام عید بنده توفیق پیدا کردم از یک بخش صنعتی حساس کشور بازدید کنم. در پایان سال هم، یعنی در روزهای آخر اسفند، مجدداً توفیق پیدا کردم که از یک نمایشگاه کارهای برجسته علمی و فناوری بازدید کنم. نتایج این حرکت یک ساله را که خود محصول کارهای طولانی مدت است به چشم ببینم. اونچه که در این بخش، یعنی در بخش دانش پیشرفته و فناوری بالا امروز در کشور وجود دارد و در حال وقوع است، بسیار بیش از اون مقداری است که به مردم اطلاع رسانی شده است. این را من میتوانم به شما عرض بکنم. یک حرکت علمی برجسته‌ای در بخش‌های مختلف آغاز شده است از چند سال پیش، که خوشبختانه روز به روز بر شتاب این حرکت افزوده شده است. من یک وقتی عرض کردم این روایتی است از معصوم علیه السلام که فرمود العلم سلطان، یعنی علم دانش برای یک ملت و برای یک فرد مایه اقتدار است. العلم سلطان من وجده صال و من لم یجده صیل علیه. کسی که این قدرت را پیدا کند دست برتر را دارد، و اون کسی که قدرت علمی را نتواند به دست بیاورد زیر دست باقی میماند و دیگران بر او دست برتر را خواهند داشت. علم و فناوری یک چنین خصوصیتی دارد. امروز حرکت کشور در جهت به دست آوردن دانش و فناوری در بسیاری از رشته ها، به خصوص در رشته های بسیار نو و برتر کشور مشهود است. اونچه که ما مشاهده می کنیم در بخش های گوناگون، در بخش زیست فناوری، در بخش هوافضا، در بخش نانو فناوری، در بخش سلول های بنیادی، در تولید رادیو داروهای بسیار مهم، در تولید داروهای ضد سرطان، تولید موتورهای توربینهای بادی که وابستگی کشور را و انرژی کشور را از نفت تا حدود زیادی از بین میبرد، این وابستگی را در تولید ابررایانه‌ها که بسیار برای کشور مهم است، در فناوری انرژی های نو، که همه اینها از دانش های سطح بالای دنیا هستند. در همه این رشته ها خوشبختانه انسان مشاهده می کند که دانشمندان ما و جوانان ما مشغول پیشروی هستند به نحو فزاینده، شتابنده، به طوری که من در پیام نوروزی هم دیشب عرض کردم آدرس ها و گزارش های مراکز معتبر بین المللی نشان می دهد که در این قسمت کشور شما از بسیاری از کشورهای عالم
پیشتر دارد حرکت می کند و شتاب کشور چندین برابر متوسط شتاب جهانی است. دو سه نکته مهم در این قضیه پیشرفت علم و فناوری وجود دارد که من مناسب می‌دانم عرض کنم. نکته اول این است که بیشتر این دانشمندانی که این کارها را دارند انجام می‌دهند دانشمندان جوانند. عمر متوسط این دانشمندانی که در این کارها مشغول فعالیت هستند 35 سال است، یعنی غالبا جوان، که حتما بایستی به این جوانها اعتماد بشود. البته اساتید کارکشته و مؤمن در این کار نیز مشغول هستند که بسیار محترم است. نکته بعد این است که این مجموعه ای که این کار را دارد انجام، این کارهای عظیم را گسترده را انجام می‌دهد، دارای روحیه قوی، دارای اعتماد به نفس بالا، دارای خودباوری است که سرمایه اصلی اینه. سرمایه اصلی نیروی انسانی است. اونچه که کشور ما دارد این است. جوانهای ما با روحیه قوی در حال پیشروی در این میدانند و باور دارند که همه کارهایی که زیر ساختهای آن در کشور آماده باشد از دست آنها ساخته است. نکته بعدی در این مسئله پیشرفت علم این است که زنجیره علم، فناوری، تولید محصول و تجاری سازی، که این زنجیره بسیار مهم نیست، این زنجیره در حال شکلگیری است. یعنی دانش را تولید می کنند، اون را تبدیل به فناوری می کنند، اون را تجاری سازی می کنند، محصول را تولید می کنند، محصول را به بازار تجارت جهانی می آورند و برای کشور تولید ثروت می کنند. یعنی این دانش فقط دلخوش کنک نیست که ما بدانیم که حالا در این زمینه ما پیشرفت کردیم، نه، این دانش کشور را ثروتمند می کند، سودش به همه مردم می رسد. این کشندن مسیر تولید علم به ثروت ملی کشور است و پاسخگویی به نیازهای ملت. این در زمینه علم که حقا و انصافا همت مضاعف و کار مضاعف در آن مشهود است. زمینه دیگری که در آن همت مضاعف را انسان مشاهده می کند و به دنبال خود دریایی از کار به وجود می آید، مسئله عرصه های اقتصادی است که یک نمونه آن گام بلند هدفمند کردن یارانه هاست. این مسئله هدفمند کردن یارانه ها خوب است که ملت عزیز ما بدانند همه صاحب نظران اقتصادی، چه اون کسانی که از لحاظ دیدگاه‌های اقتصادی با دولت فعلی موافقند و چه اون کسانی که دیدگاه‌های اقتصادی اونها مخالف با نظرات دولت فعلی است، همه اونها متفقند که هدفمند کردن یارانه‌ها یک کار بسیار لازم، بسیار اساسی و بسیار مفید است. این جزو آرزوهایی بود که سالها بود از دولت‌ها مطالبه می‌شد. کار دشواری است، ورود در این میدان کار سختی است، زمینه‌ها هم آماده نبود. به حمد الله اکنون این کار شروع شده است. همکاری ملت و دولت در این زمینه هم انصافاً عالی بود، یعنی حرکت مردم در این جهت هدفمند کردن یارانه‌ها حرکت عالی بود. آثار این کار در آینده به تدریج آشکار می شود، اگرچه تا امروز هم بعضی از آثار مثبت اون
آشکار شده است، اما اهداف مهم این کار در درجه اول توزیع عادلانه یارانه هاست. یعنی دستگاه مدیریت کشور یارانه هایی رو به مردم تقسیم می کند. با شکل قبلی این یارانه ها به کسانی که بیشتر پول داشتن، بیشتر مصرف می کردن، بیشتر می رسید. به کسانی که کمتر پول داشتن، کمتر مصرف می کردن، این یارانه ها کمتر می رسید. با هدفمند کردن یارانه ها توزیع عادلانه انجام می گیرد، یعنی به همه به نسبت واحدی می رسد. این یک گام بلند در جهت ایجاد عدالت اجتماعی است. یک هدف دیگر مدیریت مصرف منابع عمومی کشور است، از جمله آب، از جمله انرژی، مدیریت اینها. من در 2 سال قبل از این شعار سال رو قرار دادیم که اصلاح الگوی مصرف، صرفه‌جویی، دوری از اسراف، این یکی از راه‌هایی است که می‌تواند الگوی مصرف را به معنای واقعی کلمه اصلاح بکند. کما اینکه در تاکنون هم آثاری از آن دیده شده است. در همین چند ماهی که دارد اجرا می‌شود این هدفمندی یارانه‌ها، مصرف انرژی پایین آمده است که این به نفع کشور است. اسراف در نان و دور ریختن نان و ضایع شدن گندم که نعمت بزرگ خداست و با چه زحمتی به دست می آید، این کم شده است. مصرف ها تعادل پیدا کرده است. این از جمله فوایدی است که تا کنون حاصل شده. البته فواید بسیاری انشاءالله در آینده خواهد داشت. اصلاح ساختار اقتصاد هم از این قبیل است. از جمله کارهایی که باز همت مضاعف را در زمینه اقتصاد نشان می‌داد، افزایش صادرات غیر نفتی است. بودجه کشور ما متأسفانه از 10 سال پیش به این طرف وابسته به نفت است. این رو اقتصاددانهای دلسوز همه رد می کنند. این روشی بوده است که در کشور ما عادت شده است نفت رو استخراج کنند، بفروشند، از پول او کشور را اداره کنند. این شیوه غلطی است. من سالها پیش این رو گفتم که یکی از آرزوهای من این است که یک روزی ما بتوانیم کشور را جوری اداره کنیم که حتی یک قطره نفت هم اگر لازم بود صادر نکنیم و کشور اداره بشود. این چیزی است که تا امروز پیش نیامده است. کار آسانی هم نیست، کار بسیار مشکلی است. ولیکن افزایش صادرات غیر نفتی موجب می شود که ما به این هدف نزدیک بشویم و این کار دارد انجام می گیرد. سال 89 گام بلندی در این راه برداشته شد. از جمله چیزهایی که همت مضاعف را در زمینه اقتصادی نشان می‌دهد، مواجهه هوشمندانه و مقتدرانه با تحریم‌هایی است که غرب علیه ایران اعمال کرد، به سردمداری آمریکا و متأسفانه پیروی کورکورانه بعضی از دولت‌های اروپایی از آمریکا. از اول سال 89 اینها حرکت به خیال خودشون تحریم ایران رو تشدید کردند. خودشون در محاسباتشون که خبرهاش به ما میرسید صحبت میکردن، میگفتن که این تحریم‌ها 5-6 ماهه جمهوری اسلامی رو و ملت ایران رو به زانو در میاره. تصورشون این بود. به فکر بودن که به وسیله تحریم ها کار رو اونچنان بر ملت ایران دشوار کنن، دائره رو اونچنان تنگ کنن بر ملت ایران که ملت ایران به نظام خودشون، به جمهوری اسلامی معترض بشند. هدفشون این بود.
یک برخورد هوشمندانه‌ای و قدرتمندانه‌ای با این تحریم‌ها انجام گرفت و تیغ دشمن کند شد. دشمن نتوانست با این تحریم‌ها به هدف‌های خود دست پیدا کند. خوشبختانه با تلاش زیاد، با کار متراکم شبانه روزی مسئولان در بخش‌های مختلف توانستند از این عقبه عبور کنند. امروز خود غربی‌ها اعتراف می‌کنند، می‌گویند تحریم ایران دیگه فایده‌ای ندارد. گفتن بنزین رو تحریم میکنیم. یکی از مشکلات کار ما همین بوده است. در طول زمان ما کشور تولید کننده نفت، فراورده نفت را که بنزین هست از خارج مبالغ زیادی وارد میکردیم. اینا گفتن این نقطه ضعف جمهوری اسلامی است، نمیگذاریم بنزین وارد بشود. مسئولین کشور ما قبل از آن که اونها دست به کار بشن مشغول تهیه مقدمات شدن. کار به جایی رسید که در تولید بنزین کشور عزیز ما خودکفا شد. این به برکت تحریم اونها بود. ان الله یؤید هذا الدین و اقوام لا خلاق لهم. به وسیله تحریم اونها مسئولین ما به فکر افتادن، تلاش کردن، ما از وارد کردن بنزین بی‌نیاز شدیم. من این رو در همین نمایشگاهی که آخر اسفند رفتیم هم از زبان چند نفر از این دانشمندان جوان شنیدم. به من گفتن که ما این دستگاه رو میخواستیم تولید کنیم، رفتیم ابزارش رو از خارج تهیه کنیم، به ما گفتن تحریمید شما، به شما نمیدیم. فهمیدیم خودمون باید درست کنیم. آمدیم داخل، فکر کردیم، زحمت کشیدیم، تلاش کردیم، بدون احتیاج به بیگانه این رو ساختیم. این برخورد هوشمندانه است. هم مسئولین کشور هم آحاد مردم با این تحریم‌های دشمن اینجور برخورد کردند. یعنی دشمن را از برنده‌ترین ابزارهایی که در اختیارش داشت محروم کردند. مثل این است که در یک جنگی شما شمشیر را از دست دشمن، اسلحه را از دست دشمن بگیرید و گرفتید. این هم یکی از همت‌های مضاعف. در زمینه اشتغال کارهای خوبی انجام گرفته است. گزارش دولت میگوید که در این سال 89 1,600,000 شغل ایجاد شده است، که اگر این گزارش دقیق باشد معناش اینه که 500,000 شغل بیش از پیش بینی فراهم شده است. در ایجاد مسکن روستایی، در ایجاد مسکن شهری، در ایجاد بزرگراه‌ها و خطوط مواصلاتی، در ایجاد ارتباطات الکترونیک و و و که همه اینها کارهای زیرساختی است، کارهای زیربنایی است برای کشور. این عرصه اقتصاد. در عرصه‌های دیگر هم کارهای زیادی انجام گرفته است که از چون وقت محدوده می‌گذریم. به هر حال اونچه که سال 89 برای ما مشخص کرده از این است که به حمد الله سال 89 به معنای واقعی کلمه سال همت مضاعف و کار مضاعف بود. من البته عرض می کنم سال 89 خصوصیتی ندارد. امسال هم، سال بعد هم، 10 سال بعد هم سال همت مضاعف و کار مضاعف است. ملت ایران و مسئولین در هر دوره ای بایستی همت بلند، همت مضاعف داشته باشند و کار مضاعف بکنند تا ما بتوانیم به اونجایی که شایسته ملت ایران است انشاءالله برسیم.
در مورد شعار امسال و کاری که امسال باید انجام بگیرد، البته سرفصل‌های مهمی وجود دارد که همه دارای اولویتند. مثلا تحول نظام اداری یک کار لازم است، باید انجام بگیرد. تحول آموزش و پرورش یک کار بنیانی است. جایگاه علوم انسانی در دانشگاه‌ها و در مراکز آموزش و تحقیق یک کار اساسی است. مسائل مربوط به فرهنگ عمومی، مربوط به اخلاق جامعه، این کارها همش کارهای مهمی است. لکن به نظر صاحب نظران امروز در این برهه از زمان مسئله اقتصادی از همه مسائل کشور فوریت و اولویت بیشتری دارد. اگر کشور عزیز ما بتواند در زمینه مسائل اقتصادی یک حرکت جهادگونه‌ای انجام بدهد، این گام بلندی را که برداشته است با گام‌های بلند بعدی همراه بکند، بلا شک برای کشور و پیشرفت کشور و عزت ملت ایران تأثیرات بسیار زیادی خواهد داشت. باید بتوانیم ما قدرت نظام اسلامی را در زمینه حل مشکلات اقتصادی به همه دنیا نشان بدهیم، الگو را بر سر دست بگیریم تا ملت‌ها بتوانند ببینند که یک ملت در سایه اسلام و با تعالیم اسلام چگونه میتواند پیشرفت کند. اونچه که در این زمینه به عنوان شاخص وجود دارد و مهم است، رشد پرشتاب کشور به میزان تعیین شده در برنامه پنجم است که اعلام شده است. رشد پرشتاب که حداقل 8% رشد 8%، در این رشد سهم بیشتر بهره‌وری که ما بتوانیم از امکانات کشور به شکل بهتری استفاده کنیم، که من در 2 سال قبل در زمینه مسئله صرفه‌جویی مشکلاتی را که در این باب بهره‌وری وجود داره در همین سخنرانی اول سال تشریح کردم. از جمله و مردم باید بدانند اینها رو. مسئولان، من توصیه می‌کنم به مسئولان کشور در زمینه اهمیت ارتقاء سهم بهره‌وری در رشد کشور، رشد اقتصادی کشور، مسئولان و مردم حرف بزنند، بگند چقدر اهمیت دارد ارتقاء سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی کشور. کاهش فاصله درآمدی دهک‌های بالا و پایین جامعه، این شکاف درآمدها، شکاف اقتصادی بین بخش‌های مختلف جامعه، این چیزیه که مطلوب ما نیست. اسلام این رو نمی‌پسندد. تا حدی که در برنامه پنجم تعیین شده است، باید تلاش کنند این کارها انجام بگیره. مسئله بیکاری، کاهش نرخ بیکاری، افزایش اشتغال در کشور که این از جمله مسائل بسیار اساسی و مهم است. مسئله افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی و کمک به بخش خصوصی که بتواند سرمایه گذاری کند در زمینه مسائل کشور، که یکی از کارهای مهم در این باب ایجاد تعاونی هاست که به وسیله تعاونی ها سرمایه های بزرگ تشکیل بشود، بتوانند در مسائل مهم کشور سرمایه گذاری کنند و گره های مهم را باز کنند و دولت بتواند این کار را انجام بدهد. بایستی زیر ساخت های حقوقی و قانونیش آماده بشه. حمایت از شکوفایی کار، صرفه‌جویی در مواد اساسی از جمله در آب، صرفه‌جویی در آب. امروز در کشور 90% آبی که ما مصرف می‌کنیم در بخش کشاورزی مصرف می‌شود. اگر
شیوه های آبیاری کشاورزی را دولت بتواند به توفیق الهی اصلاح بکند، اگر از این 90% 10% کم بشود، شما ببینید چه اتفاقی میفته. یعنی ما غیر از بخش کشاورزی در همه بخش های دیگر، بخش خانگی، بخش از کنم که صنعتی و بخش هایی که احتیاج به آب داره، فقط با 10% آب کشور داریم کار میکنیم و استفاده از 10% آب کشور میکنیم. اگر ما بتوانیم در بخش کشاورزی 10% صرف جویی بکنیم، ببینید چه اتفاقی میفته. 2 برابر در واقع امکانات بهره برداری از آب در بخش غیر کشاورزی به وجود میاد، که این بسیار چیز مهم و با ارزشی است. مشارکت مستقیم مردم در امر اقتصاد لازمه، این نیازمند توانمند شدنه، نیازمند اطلاعات لازمه، که اینها رو باید مسئولین در اختیار مردم بگذارن و امیدواریم انشاءالله این روند روز به روز توسعه پیدا کند. البته رسانه ها نقش دارن، رادیو تلویزیون نقش داره، می توانند مردم رو آگاه کنن، دولت هم باید فعال برخورد کنه و بتوانند انشاءالله مسئله اقتصادی رو پیش ببرن. خب اگر ما بخواهیم این حرکت عظیم اقتصادی در کشور در سال 90 انجام بگیرد، این یک الزاماتی هم داره. این الزامات را هم من فهرستوار عرض بکنم. اولا روحیه جهادی لازمه. ملت ما از اول انقلاب تا امروز در هر جایی که با روحیه جهادی وارد میدان شده پیش رفته. این را ما در دفاع مقدس دیدیم، در جهاد سازندگی دیدیم، در حرکت علمی داریم مشاهده می کنیم. در بخش های گوناگون روحیه جهادی، یعنی کار را برای خدا با جدیت به صورت خستگی ناپذیر، نه به عنوان فقط اسقاط تکلیف، اگر ما انجام بدیم بلا شک این حرکت پیش خواهد رفت. یکی این مسئله است، روحیه جهادی. دوم استحکام معنویت و روح ایمان و تدین در جامعه است. عزیزان من، این را همه بدانند، تدین جامعه، تدین جوانان ما در امور دنیایی هم به ملت و به جامعه کمک میکند. خیال نکنند که متدین شدن جوانان فقط اثرش در روزهای اعتکاف در مساجد یا در شبهای جمعه در دعای کمیله. اگر یک ملت جوانانش متدین باشند، از هرزگی دور خواهند شد، از اعتیاد دور خواهند شد، از چیزهایی که جوان رو زمینگیر میکنه دور خواهند شد، استعداد اونها به کار میفتد، کار میکنن، تلاش میکنن در زمینه علم، در زمینه فعالیت‌های اجتماعی، در زمینه فعالیت‌های سیاسی کشور پیشرفت میکنه. در اقتصاد هم همین جوره. روحیه معنویت و تدین نقش بسیار مهمی داره. یک شرط دیگر این است که کشور مبتلا نشود به مسائل حاشیه‌ای. ببینید در بسیاری از اوقات یک مسئله اصلی در کشور وجود دارد که همه باید همت کنند و به سراغ این مسئله اصلی بروند. باید مسئله قانونی کشور این باشه. ناگهان میبینیم از یک گوشه‌ای یک صدایی بلند میشود، یک مسئله حاشیه‌ای درست میکنند، ذهن‌ها متوجه اون میشود. این مثل این میمونه که در یک مسافرت مهمی کاروانی، قطاری داره حرکت میکنه، هدفش رسیدن به یک نقطه خاصه، ناگهان ذهنها رو مشغول کنن به یک چیز حاشیه‌ای در بیابان، از راه باز بمانن، احیانا امکان ادامه حرکت هم از اونها گرفته بشود. مسائل حاشیه‌ای نباید به میان بیاد. مردم ما خوشبختانه قدرت تحلیل دارند، هوشمندند، هوشیارند، می توانند مسائل فرعی و حاشیه‌ای را از مسائل اصلی جدا کنند. توجه شود مسائل حاشیه‌ای کانون توجه افکار عمومی قرار نگیرد. یک شرط دیگر حفظ اتحاد و انسجام ملی است. انسجام ملی، اتحاد ملی،
باید این اتحادی که امروز وجود دارد در میان مردم، در بین مردم و مسئولین، مردم و مسئولین خودشون علاقمندن، با اونا اعتماد دارن، با اونها کمک میکنن، با اونها همراهی میکنن، بین خود مردم اتحاد و وحدت وجود دارد، این بایستی باقی بمانه و روز به روز تقویت بشه. یکی از نقشه های بزرگ دشمنان ملت ایران ایجاد تفرقه و شکاف در داخل بوده است، به بهانه قومیت، به بهانه مذهب، به بهانه گرایش های سیاسی، به بهانه جناح بندی ها، به بهانه های گوناگون. اتحاد رو باید حفظ کرد. خوشبختانه ملت ما آگاهن، همه کسانی که به کشورشون علاقه مندن، به نظام مردم سالاری دینی که مایه افتخار امروز ملت ایران است علاقه مند هستن، باید همه با هم هماهنگی داشته باشن. مسئولین کشور هم همینجور، مسئولین کشور هم باید سعی کنن اگر گله ای از هم دارن، که گاهی ممکنه این گله ها به حق هم باشد، این گله را در معرض افکار عمومی مطرح نکنن. این ضربه به اتحاد ملی است، اینو توجه داشته باشن همه. من به مسئولین کشور به طور جد تذکر میدم، هشدار میدم. ممکنه مسئولین از هم گله دارن، همیشه بوده، از اول انقلاب که ما دستن در کار مسائل بودیم دیدیم، گاهی قوه مجریه از قوه مقننه، گاهی قوه مقننه از قوه قضاییه، گاهی قوه قضاییه از قوه مجریه، از هم گله هایی داشتن. طبیعت کار هم همینه، گله به وجود میاد، ممکنه گله ها به حق هم باشد، اما این رو نباید بیارن در عرصه افکار عمومی، ذهن مردم رو، دل مردم رو ناراحت کنن، مردم رو مایوس کنن، بین خودشون حل کنن. مهمترین مسائل دنیا با مذاکره قابل حله، این مسائل جزئی اهمیتی ندارد. انسجام قوا با یکدیگر، هماهنگی با یکدیگر، این هم هست. بنابراین این شعار امسال بود. من البته این رو حتما تذکر بدم، گاهی اوقات این شعاری که ما برای سال اعلام میکنیم، بعد ناگهان میبینیم همه در و دیوارهای تهران و شهرهای دیگه پر شده از تابلو که این شعار روش نوشته شده. این فایده ای نداره. گاهی کارهای پرهزینه ای هم انجام میگیره، چه لزومی داره؟ اونچه که من توقع دارم از مسئولین و از مردم عزیزمون این است که این شعار رو بشنون، باور کنن و دنبال کنن. تابلو کردن و در دیوار پر کردن و عکس زدن و اینها هیچ لزومی نداره. اگر هزینه ای نداشته باشد لزومی ندارد، اگر هزینه داشته باشد اشکال هم دارد. کارهای پرهزینه رو هیچ لزومی ندارد انجام بدن. البته محوریت اقتصاد که من عرض کردم به معنای غفلت از عرصه های دیگر تلقی نشود. در عرصه های دیگر، مخصوصا در همون عرصه علم و فناوری، باید به این دانشمندان جوان کمک بشود، به اونها اعتماد بشود، بتوانند کارهای بزرگ رو انجام بدن. این هم بخش دوم عرایض ما. و اما مسائل منطقه، حوادثی که اخیراً در منطقه اتفاق افتاده است، حوادث مصر، تونس، لیبی، بحرین، اینا حوادث بسیار مهمی است. یک تحول بنیانی دارد در این منطقه اسلامی، منطقه عربی و اسلامی دارد انجام می‌گیرد. این نشانه بیداری امت اسلام است، بیداری امت اسلام. همین چیزی که سالهاست، ده ها سال است که شعار آن در جمهوری اسلامی داده می شود، امروز در متن زندگی این کشورها دارد خود را نشان می دهد. دو خصوصیت در این تحولات وجود دارد. یکی عبارت است از حضور مردم
و دیگری عبارت است از سمت و سوی دینی در این حرکت ها. این دو عنصر اساسی است. حضور مردم با جسم خودشون، همون اتفاقی که در انقلاب اسلامی افتاد، احزاب و پشت میز نشین ها و برج آج نشین ها و تحلیلگرهای ذهنی هیچ کاری نتوانستن انجام بدن. هنر بزرگ امام بزرگوار ما این بود که توانست مردم را وارد صحنه کند. وقتی مردم به عرصه آمدند، جسم خودشون را، دل خودشون را، نیت و همت خودشون را وارد عرصه کردند، گره های خور باز شد، راه های بنبست گشوده شد. امروز همین اتفاق دارد در کشورهای دیگر میافتد. در مصر یا در تونس مردم آمدند وارد صحنه شدند، و الا روشن فکران و برج آج نشین ها همیشه بودند، همیشه هم حرف می زدند، خیلی از اوقات هم مردم رو دعوت می کردند، کسی به حرف اونها چندان توجهی نمی کرد. اینجا خود مردم وارد صحنه و عرصه شدند و گرایش اونها و جهتگیری اونها هم جهتگیری دینی است. یعنی نماز جمعه است، نماز جماعت است، نام خداست، علمای دینند، افراد مبلغ دین و بنیان گذاران تفکر نوین دینی در بعضی از کشورها هستند. اینهان که وارد میدان شدن، مردم آمدن توی صحنه. این خصوصیت این قضیه است. چرا آمدن؟ اون چیزی که اونها رو کشند، این به صورت واضحی مسئله عزت و کرامت انسانی اونها بود. در مصر، در تونس و همچنین در این کشورهای دیگر مردم غرورشون به دست این حاکمان ظالم جریحه‌دار شده بود. فرض کنید مردم مصر مشاهده می کردن که رئیس اونها که در رأس کشورشون قرار دارد به نیابت اسرائیل کثیف‌ترین کارها و جنایتها رو مرتکب میشه. در قضیه محاصره غزه اگر حسنی مبارک با اسرائیل همکاری نمی کرد، اسرائیل نمی توانست غزه رو اونجور زیر فشار قرار بده و اون جنایت ها رو مرتکب بشه. حسنی مبارک وارد میدان شد، کمک کرد، راه ورود و خروج غزه به مصر را بست. بعد اطلاع پیدا کردن که مردم غزه از زیر کانال زدن، از زیر زمین حرکت می کنن. برای اینکه این کار را هم دیگه نتوانند مردم مظلوم غزه انجام بدن، دیوارهای فولادی درست کردن به ارتفاع 30 متر کردن توی زمین تا راه این کانالها را ببندن. این کارها را حسنی مبارک کرد. خب ملت مصر دارن میبینن این رو. غرور ملت جریحه‌دار شد. نظیر این در کشورهای دیگر هم وجود دارد. حالا مثلا در لیبی با اینکه قذافی اوائل کار در سالهای اول روی کار آمدن گرایش ضد غربی نشون میداد، اما در این سالهای اخیر خدمات بزرگی رو به غربی ها انجام داد. اونها هم به چشم خودشون دیدن که با یک تهدید خشک و خالی غرب امکانات هسته‌ای خودش رو این آقا جمع کرد، همه رو سوار کشتی کرد، داد به غربی‌ها گفت ببرید. ببینید ملت ما در چه وضعیتی قرار دارد، اونا در چه وضعیتی قرار دارن. ملت ما مشاهده کرد که همه دنیا به سردمداری آمریکا علیه حرکت هسته‌ای ملت قیام کردند، تحریم کردن، دعوا کردن، تهدید نظامی کردن، گفتن حمله میکنیم، چه میکنیم. مسئولین کشور نه فقط عقب نشینی نکردن، بلکه علی رغم دشمن امکانات هسته‌ای خودشون رو هر سال چندین برابر از سال قبل بیشتر کردن.
اونجا مردم دیدن که مسئول کشورشون دستور داد همون امکاناتی که داشتن همه رو جمع کردن در مقابل تهدید غربی ها، یا به قول خودشون در مقابل مشوقهای غربی ها، مثل که یه آبنبات ترشی شکلاتی تو دهنه یه بچهی بگذارن بهشون مشوق دادن، اینا همه رو از دست دادن رفتن. خب ملت این رو میبینه دلش خون میشه، غرورش جریه دار میشه. این در همه این کشورهایی که مردم اونها قیام کردن این مشاهده میشه. خب موضع آمریکایی ها چی بود؟ این برای ما این مهم است. آمریکایی ها اول در مقابل این حوادث متحیر موندند، دچار بی تحلیلی شدند، نمی فهمیدن چه داره اتفاق میفته، باورشون نمی آمد. بعد از آنی که این حوادث اتفاق افتاد، چون تحلیل درستی از حوادث نداشتن، مردم رو نمی شناختن، مواضع متناقضی گرفتند. البته اونچه که همواره در رفتار آمریکایی‌ها دیده شده از تا امروز در مورد این کشورها و دیگر کشورها، پشتیبانی از دیکتاتورها بود. از حسنی مبارک تا آخرین لحظه‌ای که میشد دفاع کنن دفاع کردن، بعد دیدن دیگه نمیشه، اون وقت انداختنش دور. که اینم یک درس عبرتی است برای سردمداران وابسته به آمریکا، که بدانن اون وقتی که دیگه فایده خود را، تاریخ مصرف خود را طی کنند و فایدهشون را از دست بدن، اینها مثل یک پارچه کهنه اونها رو دور میاندازن، اعتنایی بهشون نمی کنن. اما تا آخرین لحظه از دیکتاتور اینها دفاع کردن و حمایت کردن. خب ولی اونچه که اتفاق افتاد برای غرب و برای آمریکا حقیقتاً غیر قابل تحمل بود و هست. مصر یکی از ستونهای اصلی سیاست خاورمیانه‌ای آمریکاست، متکی بودن به این سیاست، نتوانستن این ستون را به نفع خودشون حفظ کنن، ملت‌ها فائق آمدن، تلاش کردن این تزویرها و ترفندهای آمریکایی غربی است، موذیانه و خباثت آلود، اما در عین حال سطحی، که اگر ملت ها هوشیار باشند می توانند این تزویرها رو رو کنند، این ترفندها رو باطل کنند. سعی کردن حالا که حسنی مبارک را یا بن علی را در تونس از دست دادن، شاید بتوانند شاکله نظام رو حفظ کنند، آدم ها عوض بشن اما نظام باقی بمانه. لذا اصرار کردن در اونجا یک نخست وزیر، در اونجا یک نخست وزیر حتما باید بمانن، پافشاری کردن. ملت ها قیام خودشون رو ادامه دادن، در این ترفند هم فائق آمدن، این دولت ها رو هم ساقط کردن. به توفیق الهی، به حول و قوه الهی، سلسله شکست های آمریکا در این منطقه ادامه پیدا خواهد کرد. بعد از آنی که عوامل خود رو در این کشورها از دست دادن، دو تا ترفند را اینا در پیش گرفتن، یکی فرصت طلبی، یکی شبیه سازی. فرصت طلبیشون این بود که خواستن شاید این انقلاب‌ها رو مصادره کنند، یعنی سر مردم رو کلاه بگذارن، با اونا اظهار همراهی کنن، افراد طرفدار خودشون رو سر کار بیارن، در این شکست خوردن. دوم شبیه سازی بود. شبیه سازی یعنی شبیه اونچرا که در مصر و در تونس و در لیبی و در بعضی از کشورهای دیگر اتفاق افتاده است، این رو مثلا در ایران
ایران مردم سالاری دینی، ایران ملت، در یک چنین کشوری خواستن بلکه بتوانن این رو پیاده کنن. عواملشون در داخل کشور مردمان ضعیف، فرومایه، حقیقتاً دستخوش هواهای نفسانی سعی کردن شاید بتوانن این کار رو بکنن. خب معلوم بود حرکت شکست خورده، حرکت کاریکاتوری مضحک خواستن در اینجا بلکه به وجود بیارن، این رو هم خب ملت ایران تو دهنشون زد. منافق واقعی آمریکاست. نفاق واقعی اولی است که اینها دارن انجام میدن. ادعای دفاع از ملت ها در مورد مصر نفاق به خرج میدن، میگن ما طرفدار ملتیم، دروغ میگن. اینا با دشمن ملت تا لحظه آخر همکاری کردن. در مورد تونس این همین حرف رو میزنن، میگن طرفدار ملتی. حالا بد نیست ملت عزیز ما بدانن که رئیس جمهور آمریکا پیغام داده به ملت ایران که ما طرفدار شما هستیم. ادعا میکنن ما با دیکتاتوری مخالفیم، با حقوق ملت ها موافقیم. دروغ میگن، به دلیل اینکه اینها نه فقط به ملت های دیگر رحم نمیکنن، به ملت خودشون هم رحم نمیکنن. همین رئیس جمهور کنونی آمریکا هزارها میلیارد دلار را در وضعیت اقتصادی بسیار بد رکود آمریکا صرف کرد، از کیسه ملت آمریکا، برای اینکه بانک ها رو زنده نگه داره، صنایع اسلحه سازی رو زنده نگه داره، صنایع نفت رو زنده نگه، یعنی کمپانی ها را از جیب مردم صرف کمپانی ها میکنن، جیب کیسه کمپانی ها رو پر میکنن، کیسه بانک ها رو پر میکنن، به مردم خودشون هم رحم نمیکنن. امروز ملت آمریکا در بحران اقتصادی همگیر عمیق دست و پا میزنن، راه علاجی هم ندارن. حالا شکنجهگاه گوانتانامو و ابو غریب عراق و بقیه شکنجهگاه ها باز داستان جداگانه و مفصلی است. اینا ملت ها رو نمیفهمن، درک نمیکنن. حالا آیا رئیس جمهور کنونی آمریکا میفهمه داره چی میگه؟ واقعا متوجه است که پشت سر سیاست های او کیان، یا نمیفهمه، غافل و گیجه؟ اینو دیگه ما نمیدونیم. میگه مردم در میدان آزادی تهران همون مردم میدان التحریر مصرن. راست میگه. در 22 بهمن هر سال در میدان آزادی همین ملتن که جمع میشوند و شعار آنها مرگ بر آمریکاست. توجه بفرمایید، در این قضایای منطقه خب موضع نظام جمهوری اسلامی روشنه. موضع ما دفاع از ملت‌ها و حقوق ملت‌هاست. ما با ملت‌های مسلمان و ملت‌های مظلوم در هر نقطه عالم موافقیم.
با زورگویان و مستکبران و دیکتاتورها و خبیث‌ها و سلطه‌گران و غارتگران در هر نقطه دنیا مخالفیم. این موضع ملت ایران و موضع نظام اسلامی است. خیلی متشکر. توجه بفرمایید. این موضع آشکار و عیان نظام جمهوری اسلامی است. سیاست ها اینه، دل ها اینه، منطق ها و بیان ها هم اینه، هم از سوی ملت هم از سوی مسئولین. دو نقطه قابل توجه وجود دارد. یک نقطه لیبی است، یک نقطه بحرین است. در قضیه لیبی ما رفتاری را که دولت لیبی با مردم در پیش گرفته بود و در پیش گرفته است، کشتار مردم، فشار بر مردم، بمباران شهرها، کشتن غیر نظامیان، ما این را 100% محکوم میکنیم. اما ورود آمریکایی ها، دخالت آمریکا و غربی ها، این را هم ما 100% محکوم میکنیم. ادعا میکنن که ما به دفاع از مردم میخواهیم وارد لیبی بشیم یا در لیبی عملیات نظامی انجام میدیم. اصلا قابل قبول نیست. اینا اگر حقیقتا طرفدار مردم لیبی بودن، اگر دلشون به حال مردم لیبی میسوخت، الان یک ماه که مردم لیبی دارن بمباران میشن. میخواستید کمکشون کنید، اسلحه بهشون بدید، امکانات بدید، ضد هوایی بدید. به جای این کارها یک ماه نشستن کشتار مردم را تماشا کردن، حالا میخوان وارد بشن. پس شما به دفاع از مردم نیامدید، شما دنبال نفت لیبی هستید، شما دنبال گرفتن جای پا در لیبی هستید. شما میخواهید از لیبی به عنوان یک جای پا استفاده کنید تا دولت‌های انقلابی آینده مصر و تونس که دو طرف لیبی قرار دارن اونا رو زیر نظر داشته باشید. نیت شما نیت فاسدی است. ما قبول نمی‌کنیم این حرکتی را که غربی‌ها به سردمداری آمریکا دارن انجام میدن. متاسفانه سازمان‌های عمومی، سازمان ملل که باید در خدمت ملت‌ها باشد، شده آلت دست اینها. هر چی مورد نیاز اینهاست براشون فراهم می‌کنه سازمان ملل. این ننگ است برای سازمان ملل. بنابراین در لیبی حضور قدرت‌های بیگانه، حضور غربی‌ها هیچ قابل قبول نیست. اگر میخواهند به مردم لیبی کمک کنند، راه کمک برای مردم باز است. میتوانند مردم رو کمک کنند، تجهیز کنند، مردم خودشون مسئلهشون رو با قذافی و دیگران حل کنند. شما چرا وارد میشید؟ این مسئله لیبی. و اما مسئله بحرین. مسئله بحرین درست از لحاظ ماهیت مثل مسائل دیگر کشورهای منطقه است. یعنی مسئله بحرین با مسئله مصر، با مسئله تونس، با مسئله لیبی هیچ فرقی ندارد. ملتی هستند، حکومتی بر سر آنهاست که حقوق آنها رو نادیده میگیره. ملت بحرین با این قیامشون چی میخواستن؟ خواسته اساسی آنها این است که انتخابات انجام بگیرد، هر یک نفر آدم یک رأی داشته باشد. این چیز زیادی است؟ این توقع زیادی است؟ در شکل کار در بحرین یه صورت انتخاباتی وجود دارد، لکن مطلقاً مردم اونجا از حق رأی دادن به این معنا که هر یه نفر یه رأی داشته باشد برخوردار نیستن. داره به اونها ظلم می شود. خب اینجا غربی ها فرصت رو مغتنم شمردن برای اینکه
در قضایای منطقه دخالت کنند با طرح یک مسئله جدید، مسئله شیعه و سنی، چون مردم بحرین بیچاره ها شیعن، چون شیعه هستند، بنابراین هیچ کس نباید از اونها حمایت بکند در دنیا. تلویزیون هایی که جزئیات قضایای منطقه رو پخش می کردن نسبت به قضایای بحرین سکوت کنند، کشتار مردم بحرین رو منعکس نکنند. یه عده‌ای هم در بیان در کشورهای حاشیه خلیج فارس، چه سیاستمدار چه روزنامه نگار، گزافه‌گویی کنن بگن مسئله بحرین جنگ بین شیعه و سنی است. چه جنگ بین شیعه و سنی؟ اعتراض یک ملت است به ظلمی که دارد به اون میشود، درست همون جوری که در تونس بود، همون جوری که در مصر بود، همون جوری که در لیبی است، همون جوری که در یمن است، فرقی ندارد. آمریکایی‌ها خوشحالند که بتوانند به وسیله بوق‌های تبلیغاتی خودشون در منطقه مسئله بحرین رو به عنوان مسئله اختلاف بین شیعه و سنی جا بزنند. هم کمک‌هایی که ممکن است به این مردم مظلوم بشود جلوش رو بگیرن، هم ماهیت قضایا رو عوض کنن و سرایت بدن. میگن چرا ایران پشتیبانی میکنه از مردم بحرین؟ خب ما از همه پشتیبانی کردیم. ما 32 ساله که از مردم فلسطین داریم پشتیبانی میکنیم. کدومی که از کشورها، دولتها، ملتها در این 32 سال این پشتیبانی رو کردن؟ مگر ملت فلسطین شیعن؟ در مورد غزه مردم ما چقدر تلاش کردن؟ جوانهای ما رفتن فرودگاه که را بیفتن برن غزه، عازم بودن برن غزه علیه اسرائیل بجنگن، خیال میکردن راه بازه، راه بسته بود، نمیشد برن. ما گفتیم نرید، جلوشون گرفتیم که سرگردان نشن وسط راه، راه نمیدادن که. مردم ما نسبت به غزه، نسبت به فلسطین، نسبت به مصر، نسبت به تونس، همه جا ابراز احساسات کردن. اونا که شیعه نبودن، بس شیعه و سنی نیست. بدخواهانه، بددلانه سعی میکنن مسئله بحرین رو به عنوان یه مسئله شیعه و سنی وانمود کنن، قلمداد کنن. متاسفانه بعضی از آدمهایی که آدم خیال میکند انگیزه سویی هم ندارن، در این دام افتادن. اگر خیرخواهانی در این بین وجود دارن، من به اونها اعلام میکنم مسئله رو مسئله شیعه و سنی نکنید. این بزرگترین خدمت به آمریکاست. این بزرگترین خدمت به دشمنان امت اسلامی است که حرکت عمومی ضد استبدادی یک ملت را حمل کنن به دعوای شیعه و سنی. دعوای شیعه و سنی وجود ندارد. ما فرق نمیگذاریم. ما بین غزه و فلسطین و تونس و لیبی و مصر و بحرین و یمن تفاوتی نمیگذاریم. در همه جا ظلم به ملتها محکوم است. حرکت ملتها با شعار اسلام در جهت آزادی مورد تأیید ماست. اون وقت اوج وقاحت آمریکایی ها اونجایی است که دخالت تانک‌های دولت سعودی را که آمدن توی خیابان‌های منامه بحرین راه افتادن، این رو دخالت نمی‌دانه. اما وقتی مراجع تقلید ما، علمای ما، خیرخواهان ما میگن مردم رو نکشید، میگن شما دخالت کردید. این دخالته؟ اینی که ما به یک دولتی، یک رژیم ظالمی خطاب کنیم بگیم مردم خودتون نکشید، این دخالته؟ آمدن تانک‌های بیگانه تو خیابان‌های بحرین دخالت نیست، اما این دخالت، این اوج وقاحت آمریکایی‌هاست و اذنابشون در منطقه که این جور حرکت می‌کنن، این جور حرف می‌زنن، این جور تبلیغات می‌کنن. البته دولت سعودی به نظر ما
اشتباه کرد، نباید این کار رو میکرد، خودشو در منطقه منفور میکنه. خب آمریکایی‌ها هزاران کیلومتر با اینجا فاصله دارن، اگر منفور هم بشن ممکنه براشون، البته اهمیت داره براشون اما نه اونقدر، لکن سعودی تو این منطقه زندگی دارد میکند، ملت‌ها از اون متنفر باشن، مبغوض ملت‌ها باشه، براش خیلی خسارت سنگینی است. اشتباه کردن، این کار رو کردن، هر کس دیگر هم این کار رو بکنه اشتباه کرده. اونچه که من به طور قاطع عرض میکنم این است که به توفیق پروردگار یک حرکت جدیدی در این منطقه آغاز شده است. این حرکت، حرکت ملت هاست، حرکت امت اسلامی است، حرکت با شعار اسلام است، حرکت به سمت اهداف اسلامی است، نشان دهنده بیداری عمومی ملت هاست و طبق وعده الهی این حرکت قطعا و یقینا به پیروزی خواهد رسید. ملت ایران سرفراز است، مفتخر است و خرسند است که آغاز کننده این راه بوده است و ایستادگی کرده است، استقامت کرده است. نسل جوان امروز که روی کار آمدن انقلاب را ندیدند، اما از انقلابیون اون روز اگر محکمتر نباشند کمتر نیستند. پروردگارا به محمد آل محمد این جوانان عزیز ما را حفظ کن. پروردگارا رحمت و فضل خودت را بر ملت عزیز ما نازل کن. پروردگارا خدمتگزاران به این ملت و به این حرکت و به اسلام و مسلمین را روز به روز عزیزتر و سربلندتر بفرما. پروردگارا قلب مقدس ولی عصر را از ما راضی و خوشنود بفرما. پروردگارا به محمد و آل محمد ارواح طیبه شهیدان و روح مطهر امام بزرگوار را از ما خوشنود بفرما. ما را هم از فیض و رحمتی که به آنها داده ای برخوردار کن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تو حاصلم آینه